اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. انتخابات نایب القائب بیگمان رأی حضرتش صائب، قاتلی را اگر به صحنه کشاند رستمش از چغاد در بیداد، سیدش شم را به جیب نهاد، نور چشمی بیا که باد آباد، از جلیلی و حاج عزت گفت کین یکی دزد و آن یکی شیاد، در دکانش به کوکنار رسید سید سینه سوخته فریاد. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 18 می 28 اردیبهشت ماه بهتون سلام میکنم. ما امروز یه مهمان عزیز داریم که مدت‌ها هم در خدمتش نبودیم، ولی یه جوری مثل این که وصل نمیشن. امیدوارم هرچه زودتر وصل بشن و ما بتونیم با این استاد عزیز دکتر صدیق یزچی گپ و گفتی داشته باشیم. نخست اجازه بدیم براتون فلسطین بگم. چیزی که به نظر من خیلی شگفتی آوره، آقای نتانیاهو دست نمیکشه. از دو روز قبل که آمریکایی هم تلاش کردن، روس‌ها تلاش کردن، تعداد بیشتری بچه کشته شد، 61 نفر امروز، و بعد ساختمان‌های بیشتری ویران شد. نمیدونم آقای نتانیاهو چه میخواد. اگر قرار تنبیه حماس و کمرش رو شکستن، با این کارش داره حماس رو تقویت میکنه. نه فقط حماس باجگیریش رو میکنه، پولایی که میگیره، اسماعیل هنینه به مقام معظم رهبری نامه مینویسه، اما توده مردم هم وقتی میبینن حماس موشک میزنه در برابر موشکهای اسرائیل، طبیعتا توجه به اون پیدا میکنن. به معنای دیگر سیاست اصلی آقای نتانیاهو تضعیف ابو مازن و دولت خودگردان فلسطینی است. او با تمام نیرو در این سالهای 11-12 ساله که بوده برای تضعیف رهبری مشروع دولت فلسطین تلاش کرد. از اون ور محمد دهلان رو که توی ابوظبی کنگر خورد و لنگر انداخته و به عنوان مشاور عمرای اونجاست، او رو تقویت میکنه اسرائیل. ملاقات‌های پس و پنهانشون ادامه داره و این اسباب نگرانی است که اسرائیل واقعا چی میخواد. اسرائیل میخواد دست جمهوری اسلامی رو قوی کنه. اسرائیل میخواد حجت بیانه به دست بیاره که اگه رفت زد بنیان جمهوری اسلامی و بنیان ایران رو در واقع به باد داد، توجیه پذیر باشه. ببینید ضرباتی که اسرائیل میزنه فقط سپاه، برنامه اتمی، پروژه موشک سازی رو در بر نمیگیره. ضرباتی هست به بنیاد صنعت ایران، ضرباتی است به اینکه ایران رو به عصر حجر برگردونه. من یه وقتی یه دوستی اسرائیلی اومده بود لندن و با خودش یه طرحی آورده بود، گفت نتانیاهو دنبال این طرحه، ایران به عصر حجر برگرده، مردم چراغ لامپا دستشون بیان تو خیابون. بجنبین، اگر شما بجنبین و این رژیم آدمخور رو عوض بکنید،
نتانیاهو دیگه توجیه نداره. یک ایران قدرتمند قوی با یک نظام سکولار ملی، این برای دنیای غنیمت و نعمته. زیاد آقای نتانیاهو نه با این خیلی خوشش میاد نه از جمهوری ولایت فقیه. جمهوری ولایت فقیه به نوعی توجیهات رو برای او دست و پا میکنه. خب اجازه بدید من مهمان عزیزم گفتن متصل شدن، درود میفرستم به دکتر صدیق یزچی. بعد از مدت ها دلمون تنگ شده بود. مخلص آقای دکتر، سلام عرض میکنم. درود بر شما. سلام بینندگان دکتر. قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، بله، اشاراتی شما فرموده بودید که ما بتونیم یک زمینه بسازیم در مورد این اسلامی ها و اندیشه شون و کارهایی که میکنن صحبت کنیم. موافق بله. هستید که ما از برنامه، این برنامه از برنامه بعدی، ما این زمینه سازی رو بکنیم و این کار رو انجام بدیم؟ بله خوبه. اتفاقا این مطلبی که به نظرم رسیده، من خب این مقدمه رو باید بگم، من در هر صحبتی که در برنامه های خودم هم انجام میدم یه مقدمه ای رو ضروری میبینم توضیح بدم و بعد اصل مطلب میمونه برای شماره بعد. امیدوارم امروز این مقدمه رو خیلی مختصر در چند دقیقه اشاره بکنم بعد وارد گفتگو بشیم. ببینید، من بیشتر میاندیشم به این که با توجه به مشکلات پایه‌ای و ریشه‌ای که جامعه ایران داره، و خب من در اثر کار فکری سالیان و حرفه‌ای خودم، حالا نمیخوام بگم تمام ابعاد این مشکلات تاریخیمون رو، ولی چیزهای ریشه‌ایش رو که دیگران هم بهش متوجه هستن کمابیش البته بهش فکر میکنم. بنابراین یه مطلبی به نظرم رسید، اگر موافق باشید اون رو من اشاراتی بهش میکنم، بعد صحبتی رو که شما تو نظرتون یا سوالی یا پرسشی رو که دارید مطرح میکنید. ببینید، به نظر من رسیده که یک مشکل پایه‌ای ما، بنیانی ما، یعنی اصلا ذهن من فقط روی مسائل پایه‌ای و بنیادیه، مادامی که اینها حل نشه و ما اینها رو اول نشناسیم بعد در اندیشه تحولی در این مشکلات برنیاییم، شنوندگان و تمام ایرانیانی که به امروز و فردا و آینده و سرنوشت خودشون، فرزندانشون، آیندگان میاندیشن، باید بدانن ما گره‌ای رو نمیتونیم باز کنیم. کما اینکه در این 140-150 سال به واقع گره‌ای رو باز نکردیم. چرا؟ به دلیل اینکه مشکلات ریشه‌ایمون رو نمیدونیم. من امروز میخوام بگم برای ما ایرانی، استدعا میکنم شنونده دقت کنه، برای ما ایرانی چه در گذشته و امروز نیز، با همه هوشیاری ها، با همه تلاش هایی که میشه، تاریخ، معنای تاریخ مکس کرده. این کلمه مکس رو در پرانتز میذارم، یعنی مشخص کنم یعنی چه تاریخ مکس کرده. یعنی تحول، تاریخ اینجا به معنی تحول اجتماعیه، تغییر نهادهای فرهنگیه، یعنی ارزش ها. تاریخ یعنی پیدایش اراده آسا، آزاد و رهای انسانیه، انسان ایرانی. این هنوز تحقق نداره. چیزی که الان شما داشتید
اشاره میکردید من گوش میکردم. بله دقیقا حرفی که شما میزنید تغییر و غیره یعنی چی؟ یعنی ایرانیان باید بر پای اراده آزاد خودشون بایستن. بله هیچ تغییری تحولی این دعواها و نزاهای سلطنت و جمهوریت و امور اینجوری اصلاح طلبی و غیر هیچ کدوم اینها راه نه تنها به جایی نمیبره بلکه این مکس کردن تاریخ رو برای ما ادامه میده. اینه توجه داشته باشیم برای قوم و مجموعه فرهنگی مثل ما ایرانی تاریخ زمانی از بسته بودن و سیطره قیم بیگانه با اراده آزاد انسانی آزاد میشه که اون قوم یا اون مردم یا اون ملت به خود بیاد بر پای خود بایسته و با نیروهای وهمی و فوق طبیعی که ما 100% مبتلاش هستیم به ستیز بپردازه و به آزادی برسه. حالا مبتنی بر این طرحی که من گفتم ما در متن زندگی تاریخی خودمون حتی عمل سیاسیمون تاریخ برای ما مکس کرده ایستاده. این البته یه بحث بسیار دامنه داره وسیع شناخت تاریخی که من الان نمیتونم وارد حتما دکتر به این نکته میپردازیم چون شناخت تاریخ به نظر من یه چیز ضروری است و این ما حتی کسانی که خود رو تاریخ نگار یا تاریخ گو یا بازگو کننده میدونن معنای تاریخ رو نمیدونن. من گوش میدم به همه حرفا تصور میکنن بعضیا مثلا تاریخ اینه که آدم بیاد بگه دوره گذشته خیلی خوب بود یا خیلی بد بود، یعنی این تاریخ رو اینجوری نگاه میکنن. اما سوالی که من از حضرت عالی دارم برام خیلی مهمه. آقای دکتر با وجود این که ما از جامعهمون حداقل بعضی از این جوونا که ارتباط با شما رو از من پرسیدن دادن با شما هم تماس میگیرن و خیلی هم شما رو دوست دارن، با وجود این جوونا، با وجود این 6 میلیون در خارج کشور، با وجود همه این مسائل داریم، من نمیتونم بفهمم چجوری یه ملتی اجازه میده یه آخوند دوریالی بیاد بگه خیلی روشن و سریع ملت عزیز اگه در این انتخابات شرکت کنید به ظهور امام زمان کمک کردید و امام زمان میاد. خب این همون چیزیست که من میگم آقای بله بله. من میخوام همینجا برسیم به این نقطه که آقای دکتر 42 سال اینا کشتند و بردند. ما هرگز در تاریخ ایران یه همچی دوره فاجعه باید نداریم. این مردم ما رو چی نیگر داشته؟ یعنی الان باز فردا میبینی 10 میلیون نفر میرن به اینا رأی میدن. چه چیزی مردم، حالا من فقط انگشت روی مذهب نمیخوام بذارم، چه اشتباهی کردن زمامداران ما، رهبران مشروطیت و از اون به بعد تا امروز که این چنبره به دور دست و پای ما پیچیده، این زنجیر، و نمیذاره ما جلو بریم، نمیذاره ما نگاه به جلو بکنیم. بله بله درسته. من وقتی میگم تاریخ برای ما مکس کرده، حالا لایه به لایه اینو باز میکنم. مردم ایران اراده و توانایی ستیز با عوامل منفی بردگی تاریخی مردم ایران هنوز پیدا نکردن. راحت طلبن. شما و بسیاری از ایرانیان با تاریخ تحولات جوامع غربی آشنا. این جوامعی که اسمش اروپاست و همون امریکایی که همین مردم اروپا اونجا رو به این مرحله رسوندن،
به سادگی در طول تاریخشون به اینجا نرسیدن. آیا ما توانایی نبرد و مبارزه برای ساختن وضعیت بهتر رو داریم؟ وقتی شما میگید سوال میکنید چرا، درستم سوال میکنید، سوال بسیار منطقیه، چرا مردم گوش میکنن به این که اگر برید در انتخابات شرکت کنید امام زمان ظهور میکنه؟ خب دیگه راحت تر از این کاری ممکنه؟ خب من میرم یه دونه کاغذی رو میندازم تو صندوق، منتظر میشم امام زمان دلارها رو از آسمان تو دامن من بریزه. هرگز نه تنها دلاری، پولی، ریالی، طلایی، نقره‌ای، خاکی بر دامن ما ریخته نخواهد شد، بلکه اون چرا هم که داریم از ما خواهند گرفت. بله. خب اینه مشکل. گفت نایبش که این باشه دیگه خودش چجوری خواهد بود؟ خب نه، همین یعنی مشکل اینه. من وقتی که میگم تاریخ مکس کرده، یعنی ما انتظار معجزه داریم. معجزه رو ما باید خلق کنیم. شما ببینید، من یه نمونه ای رو برای شما میگم. شما اسطوره های یونانی رو بخونید. من در برنامه های ایران مدرنیته به طور دائم سنت فکری خودمونو با سنت فکری مغرب زمینی مقایسه میکنم. من اینجا درس تاریخ و فلسفه نمیخوام بدم، من میخوام ریشه های فلاکتی که بهش مبتلا هستیم بتونم به ایرانی ها بگم باید بشناسید. ببینید یونان چرا این همه اهمیت داره. شما در اسطوره های بزرگ یونانی نگاه کنید، نوشته های هومر 9 قرن قبل از میلاد مسیح نوشته، درست؟ 9 قرن. خب این اثر رو شما نگاه کنید چه میکنه شخصیت های این اسطوره ها. شخصیت های این اسطوره ها با اراده خدایان می جنگه. یعنی چی جنگ با اراده خدایان؟ یعنی انسان آزاد یونانی. دوست من، اون انسان آزاد یونانی در 9 قرن قبل از میلاد میکوشه و تلاش میکنه و در قرن 13 و 14 دوباره برمیگرده به اون بنیانهاش و این مدرنیته رو میسازه که یک بیماری به هر علت تمام جهان رو برای نخستین بار در بر میگیره در فاصله چند ماه، ولی در فاصله چند ماه به جهت اون تلاش های فکریش و آزادی ذهنیش راه حلش هم پیدا میکنه. دوست من، آخه اینا رو ما بهش دقت میکنیم آقای نوریزاده؟ بله دکتر. همینجا ببخشید، کاملا درک میکنم حرف شما رو، برای اینکه نگاه میکنم ما با یونان و روم در واقع در یه زمانی فرهنگ بشریت رو ما تشکیل میدادیم. بله. من یه چیزی به ذهنم رسید، خیلی عوض میخوام کلام میکنم. نخیر بفرمایید. خیلی عوض میخوام، داریم گفتگو میکنیم واقعا. صد در صد. میبخشید. دقیقا یونانی به دنبال تلاش برای غلبه بر طبیعت در تاریخ نوشتن این رو. خشایارشاه وقتی که حمله میکنه و شهر و دولت شهر آتن رو آتش میزنه، نوشتن که بر دریاها شلاق میزده تا خدای دریاها، چه میدونم نیروهای غیبی، هر چی رو که بهش معتقد بوده، او یاری کنن که از این دریای مدیترانه و طوفانهای اون بگذره به سرزمین آتن وارد. خب آخه شما ببینید اون شلاق میزنه از غیب، یعنی 2500 سال ما از غیب داریم مدد میخواهیم. حالا بفرمایید. بله عزم کردم وقتی هم که اسکندر میاد ایرانو میگیره، اون دوران سلوکی ها در واقع دوران رشد فرهنگ ماست، برای اینکه بیمارستان ساخته میشه، دانشگاه، همینجوری بیم جلو. بعد ما به دوران ساسانی میرسیم، باز ما همسط میشیم یه جوری با همون غرب یونانی و رومی،
در یک سطح قرار میگیریم. حتی حرفایی هم که در دوران اسلام زدن که این ایران چه عظمتی داشته اینا، نقطه تحول و تمرکز به عقب به نظر من همین بعد از ظهور اسلام، برای اینکه ما رو بیشتر از گذشته بند پای ما رو وصل به آسمون میکنه، یعنی پیوند به آسمون میده. اروپایی ها به واقعیات میرسن، کلیسا مسلطه، بعد کم کم مردم بلند میشن، یه شخصیت های مثل لوتر، این آدم ها بلند میشن و تحول رو ما در اروپا شاهد هستیم. واقعا آقای دکتر، ما نیاز به 4-5 شاید هم بیشتر متفکر و آدم هایی نداشتیم که بنشینن تأمل کنن؟ یا تعصب انقدر زیاد بوده که جرأت نمی کردن؟ آخه ما تاریخمون هم داریم، شهاب سهروردی رو میکشیم، اون یکی رو میکشیم، منصور حلاج رو میایم، کسروی رو میکشیم. اینو میخوام بگم، این اندیشه که ما چنگ بهش میزنیم، حبل المتینی که ما آویزون بهش شدیم، پدر ما رو در آورده تو این سالها. من نمیخوام، من مثل شما نیستم، فیلسوف نیستم که نگاه هم به ماورای چه، من ملموس میبینم تو جامعه هم چی داره میگذره. همین درسته، درسته، درسته. ولی مثالی رو شما زدید که این سقوط فرهنگی مقصودتون اینه. بله. این سقوط فرهنگی این روز به روز به فرود افتادن مثلا با سیطره اسلامه. این درست، من قبول دارم. اما من به شما دو تا نمونه ای رو نشون میدم در سندهای تاریخی ما که این مورد پذیرش همه کسانی است که تحقیق کردن در تاریخ گذشته ما. درست؟ یکی مقدمه برزویه طبیب به کتاب کلیله و دمنه. درست؟ این مقدمه برزویه طبیب چی میگه؟ اینو من از ایرانیان، همه ایرانیان، چه کسانی که صحبت منو میشنون، اونایی هم که نمیشنون بلکه به گوششون به یه نوعی بخوره، برن این کتاب رو بخونن، کتاب کلیله و دمنه، تمام فصلاشو بذارن کنار، مقدمه برزویه طبیب رو بخونن. برزویه طبیب یک خردمندی بوده، پزشکی بوده در دربار ساسانیا. درست آقای نوریزاده؟ بله بله. ما میشناسید بسیاری از ایرانیان، ایرانیانی که درس و مدرسه خوندن میدونن برزویه طبیب کیست. بله. این برزویه طبیب نوشتش به زبان پهلویه. بله. درست؟ من اون دوتا مثال رو یه جا در همین مقدمه برزویه به شما و شنوندگان و بینندگان میگم. این کتاب رو کلن و باب برزویه رو هم در ضمن اون بقیه آثار، بقیه اثر، بله، شخصی به نام ابن مقفع که اسمش اسمش حالا خاطرم نیست، بله، ابن مقفع که یک ایرانیه و حتی در شرح حالش مورخانی که در باب اون نوشتن اشاره کردن که ایشون هستن عمدتاً و اساساً دین مزده یسنایی رو داشته، روزبه، اسمش روزبه ایرانی. روزبه ایرانی. خوب دقت کنیم ها، دقت کنیم به این مثال. من افسانه اینجا نمیگم، نمیخوام شنونده یا بیننده لحظاتی تخمه بشکنه این افسانه رو بشنوه، نه، بیاندیشه. و اون این که این آقای ابن مقفع بعدن تو همون قرن دوم اگه اشتباه نکنم به دست خلفای مسلمان کشته میشه. درست؟ به جرم بیدینی. درست؟
ایشون چی کار میکنه؟ کتاب کلیله و دمنه رو به زبان عربی ترجمه میکنه آقای نوریزاده. فاجعه است این، فاجعه است این، فاجعه تاریخی رو کسی اشاره نکرده. همه اونهایی که در این 120-130 سال از دوره رضا شاه به بعد ادیبان برجسته استادان دانشگاه بودن، من جمله همون آقای مجتبی مینوی تهرانی که بسیارم خوب این کتاب رو تنظیم کرده، غلطگیری کرده، بعضی لغات و واژه‌هاش رو توضیح داده، هرگز اینو بهش اشاره نکرد. آخه برزویه طبیعی چیست؟ ببخشید روزبه ایرانی که خودش یک ایرانیه، زبانی رو که هنوز گرامر نداره و همین آقا براش گرامر تهیه میکنه، آیا این کتاب باید به زبان مردم ایران ترجمه بشه؟ حداقل یه زبانی که مردم اون قوم بوده، حالا فارسی که هنوز اون روز اونجوری پیدا بوده، در عرصه فکری ایران به فارسی نوشته شده، آثاری هم احتمالا وجود داره، چرا میاد به عربی می نویسه؟ این چی رو نشون میده؟ پس سقوط از اسلام به بعد نیست، سقوط پیش از اسلام در اندیشه ایرانی بوده. ایرانی به قول آرامش دوستدار دقیقا این اصطلاح رو بسیار سنجیده به کار برده. دین خوب بوده دوست من، ما اینو باید بدونیم. نگاه ما هرگز نگاه عقلانی نیست، هرگز و هرگز. آقای دکتر، ما سه تا پیغمبر تو ایران شناخته شدن، زرتشت و مانی و مزدک، در حالی که اون طرف 124,000 پیغمبر دورمون اومده. اینو من خدمتتون عرض میکنم که این دین خویی ما از کجا سرچشمه میگیره. البته ما مجبوریم یک درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم در خدمتتون بحث رو ادامه بدیم، با ما باشید. با درود دوباره. چقدر زیبا مرجان و مژان، بعد باند مژان رو درست میکنن، اینقدر زیبا. رژیم جهل و جور و فساد با همه تیزی و تندی و شمشیرش که بر سر هنر میکشه، این سیمای کوچولوی باریک کمانچه، تار، ستار، تنبور، ایران نمیتونه پاره کنه. همینطور که سینه ستبر دفو نمیتونه پاره کنه. درود بر همه شما هنرمندان عزیز. دکتر نازنینم، برگردیم به بحثمون. من در واقع سوالمو کردم، سه پیغمبر که حالا ثبتن و ضبطن در برابر 124,000، اونا گرفتن هستن، ما گرفتار، چرا؟ برمیگردم مطلبی که شما اشاره کردید و گفتید احتمال اغلب اون چی که ما آرام آرام به فرود افتادیم با سیطره اسلام بود. من در این حال که عناصر فکری این دیانت رو مسبب نه پیشرفت بلکه توقف و در جهات بیشماری فرود افتادن بیشتر در چاله هرزهای موهومات میدونم، اما همین مقدمه باب برزویه طبیب رو که اشاره کردم و خواستم از بیننده و شنونده این رو بخونن با ایمان نظر، دقت بکنید اونجا یه مشکل بسیار ریشه‌ای رو داره برزویه طبیب مطرح میکنه مربوط به زمان خودش، یعنی دوره ساسانیانه. حالا آیا اواسط ساسانیانه یا به هر حال چون نوشته شده که برزویه طبیب بوده، یکی از دولت مردان
یا مردان نامی عصر انوشیروان ساسانی بوده. یعنی اوج، حالا اوجش هم ما نگوییم، یک بخشی از دوره سیطره و قدرت ساسانیان بوده، همون دوره‌ای که شما اشاره کردید با روم شرقی در نبرد و ستیز و حوزه‌های نفوذشون رو در جنگ بودن. خب همون موقع من این نکته ها رو اشاره میکنم از نظر اون بستر تاریخی که برزویه طبیب داره توضیح میده، تا ایرانی ها بدونن در چه وضعیتی اسلام بر ایران وارد میشه. اینجوری نبوده به نظر من، با تمام مدارکی که از گذشته باقیه و هر کدوم از ما اگر تاریخ رو خوندیم به هر حال این مدارک رو بهش دسترسی داشتیم و خوندیم، من هم به نوبه خودم اینا رو دیدم، اینجوری نبوده که جملگی به زور شمشیر و نبرد و ستیز، البته شمشیر بسیار دخالت داشته، ولی زمینه تباهی فرهنگی در ایران دوره ساسانی به ویژه 40 سال 50 سال، من نمیدونم دقیقا چند دهه بوده، من نمیتونم اصلا اینو تعیین کنم، در ایران فراهم بوده. نمونهش، بهترین نمونهش مقدمه برزویه طبیبه. این چی میگه در اینجا؟ میگه تمام نیکی ها از میان رفته، راستگویی محو شده، دروغ جانشینه و ده ها نادرستی و سقوط فکری و همت والای انسانی در ایران از بین رفته. اینو برزویه میگه، مورخان نمی نویسن، قلم برزویه است در ترجمه عربی روزبه ایرانی یا ابن مقفع و بعد ترجمه فارسی اون که الان در دست است. خب اینه، خب ببینید، خب این پرسش رو باید بکنیم که چه اتفاقی در اون روز میفته. من اینو گرش میزنم همون اتفاقات اون دوره رو با یک مسئله بسیار بنیانی که 50 سال 60 سال 100 سال بعد از سیطره اسلام در ایران، ایرانیان تشیع رو میسازن. کجا ساخته میشه؟ ببینید اینا رو ما اصلا بهش توجه کردیم که نکردیم. آی نوریزاده، تشیع کجا بنیان میگیره؟ اینه ما بهش توجه کنیم. بله. یعنی این مفهوم ولایت، این قدسی بودن، الهی بودن علی ابن ابی طالب و فرزندانش کجا شکل میگیره؟ این در شهری به نام کوفه امروز. بله. درست؟ کوفه. بله. کجا بوده؟ چهار راه تمدن ها بوده. بله. یعنی شهر هیره. هیره کجا بوده؟ خیلی جالبه، در اختیار ساسانیان بوده اینجا. بله بله. هیره کجا بوده؟ همین راق عرب در اختیار بخشی از ایران بوده دیگه. بله. مگه این راق کسرا نزدیک بغداد نیست؟ بله بله. درست؟ خب حالا ببینید، من برای شما میگم و بیننده و شنونده این صحبت ها هم توجه کنه، هیره چهار راه تمدن هاست. درست 50 سال 60 سال یک قرن قبل است ظهور اسلام، کانون تمدن ها. یعنی چی؟ یعنی در اینجا مسیحیت هست، یهودیت هست، مانویت یکی از نیرومندترین ادیانی است که دارای عناصر بسیار قدرتمند فکریه که عیناً بسیاری از اندیشه های مانوی وارد اسلام و تشیع میشه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا نقاب عیسی مسیح پسر خداوند
بر چهره علی نهاده میشه. بله متوجه میشید چی عرض میکنم؟ و ظهور عیسی به امام زمان میرسه. اصلا عیسی دقیقا عیسی کیه؟ عیسی پسر خداونده. بله. تمام اون ویژگی های ربوبی که برای علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان شیعه بهش معتقده، درست؟ بله. ساخت پرداخته مسیحیته. بله. و این در چهره عیسی مسیحه که پسر خداونده. بله. و عیناً شما میبینید بر چهره. خیلی جالبه این علم و کتلمون هم میزور آقای دکتر. علم و کتل عاشورامون مال مسیحی هست. همه اینا که دیگه بعد میاد، تمام اینا بعد، یعنی اون کانون فکر رو من دارم میگم آقای نوریزاد. ما باید بدونیم خودمون مقصریم. ببینید من که گفتم در اول صحبتم این اندیشیده بودم که توضیح دادم به شنونده که گفتم تاریخ برای ما مکس کرده. درست. حالا امیدوارم در یه گفتگوی دیگه اینو بیشتر باز کنم. یعنی چه اصلا تاریخ؟ یعنی چه اون میمونه برای بعدها؟ بله بله اگر داشتیم باز میکنم. نه باید ایرانی ها حالا این صحبتهایی رو که دارم میکنم در درجه اول باید نخبگان فکری بهش فکر کنن. این حرفا اندیشیدن، بررسی کردن، زیر و رو کردن، اینها کار مردم عادی نیست، مردم عامی. این نخبگان، ولی آیا نخبگان به اینا فکر کردن؟ شما اصلا در یکی از بحثایی که سالهاست در عرصه عمومی، عرصه چون دارم میدیا دارید کار میکنید، چه نوشتاری چه گفتاری، آیا یک نفر این بحثا رو مطرح کرده؟ خیر. من از شما نه علی... خیر متاسفم. خب دیگه بعد دیگه چی یه مقدار آقای دکتر عرض میکنم براتون، یه مقدار وحشت و ترس، یعنی رژیمی که پاسدار همین اندیشه است که من رو شما صحبتشو کردیم، با مسلسل و با تفنگ و با پول میترسن. من بارها صحبت کردم با خیلی از متفکران و اندیشمندان، میترسن. من یادم از مرحوم شجاع‌الدین شفا، یه شب در یک جای مهمان بودیم در منزل خانم ابتهاج، ایشون هم بودن و خانمشون، و بحث شد. یکی از اون آقایون افسران چندین ستاره و اینا که داشته بود قبل از انقلاب گفت آقای شفا با این قد و هیکل چقدر جرأت داری که این کارا رو داری میکنی، این مطالب می‌نویسی؟ شفا گفت آقا مسئله جرأتی، من دارم میرم ایرانم داره نابود میشه، حداقل برای مردم بگم چرا. منظورم اینه میترسن آقای دکتر، خیلی ها میترسن. خب ولی یه دونه مسئله هست، ولی دوست من نمیگم که علنی ما بیاییم فریاد بزنیم سینه سپر کنیم بعدش هم با دو تا گلوله از بین بریم. نه این فقط نیست، ولی ما با سکوتمون، سکوت نه به معنی اینکه علنی، بندم که دارم این حرفا رو با شما میزنم، در اروپا نشستم، شما هم در اروپا، این حرف از وسیله مجازی داره میره به گوش دیگران در هر جای دنیا میرسه، اما ما که نمیتونیم این حرفا رو در داخل بزنیم. بله درست، خیلی روشنه. اما یه کاری رو میتونیم بکنیم، به انها و اشکال مختلف این پلیدی ها رو حمایت نکنیم. بله میتونیم این کار رو بکنیم. درست، کاملا. بله کاملا درست. بله برای این کار رو میکنیم؟ نه من نه. از شما سوال نمیکنیم. نه خیلی نمیکنیم. خب تمام دیگه، و تمام دوست من نمیکنیم. تمام کسانی که این کار رو میکنن چه میکنن؟ با حداقل زندگی میسازن، دامنشون از طلا هم پر کنن، حاضر نیستن با تباهی آشتی کنن. درست، غیر از اینه؟ کاملا. پس ما میتونیم این کار رو بکنیم، حداقل با تباهی آشتی نکنیم. امروز آتش بیار معرکه نشیم، نمیدونم اصلاح طلب باید بیاد
اصولگرا باید بیاد، حسن بیاد، حسین بیاد، خب این بازی ها رو دیگه حداقل نکنیم. بله چون همه سروته یک کرباسن، همه سروته یک کرباسن مشکل. پس ببینید اینه مشکل. من متاسفم. ببینید ما به هر جا دست بذاریم مثل دیوار خرابه میریزه و این ما خود مسئولیم. کامل آفرین. ببینید ما خود مسئولیم. ما کوچکترین وحدتی، آقای نوریزاده عزیز، ما کوچکترین وحدتی در مبارزه با تباهی ها، نه حالا کلمه تباهی ندهیم، حداقل با ایستایی، با چه میدونم تخریب ها حاضر نیستیم با هم داشته باشیم. اصلا به اندیشه نیستیم. اول فکر میکنیم که چی نصیب من میشه، ولی الان من با شما دارم صحبت میکنم، چی نصیب من میشه از این صحبت؟ هیچ چیز. درست. بله فقط یک رضایتی تایید دلتون برای چهار تا جوون چراغی روشن کردین، همین فقط. یه دونه ماشینی رو گذاشتم جلو به لطف همین تکنولوژی که ما 150 ساله داریم به این قرف فوش میدیم. بله ناتظامیگیم. نه دیگه، به لطف تکنولوژی. حتی من این صحبت رو الان با یه تلفنم هم میتونم تو دستم بگیرم که بچه هم در همه جای دنیا تو دست بگیرم، با شما یعنی با مردم ایران حرف بزنم. بله درسته. اینو کی به وجود آورده؟ نه قرد. اینو بهش میاندیشیم. اگر راست میگیم اینو عقلانیت، تجربه، نه معجزه. ببینید ما یه ذره بیاندیشیم آخه، ما یه ذره بدانیم که همه چیز در معجزه و اعجاز خلاصه نمیشه. اصلا یه دونه ضرب المثلی هست، یه ذره هم چون دارم حرفای ساده تر بزنیم، بله خوخی هم بکنیم. بعد یه ضرب المثلی هست، من خب زبان مادریم آذریه، آذریه یعنی آذریه، میگه اون بچه به مادرش میگه من چیکار کنم که نفهمم تا پدرتو در بیارم. پدرتو در بیارم. ما این نمیگیم. حالا این همین به ترکی بگین قشنگتر، با آذری بگین. نه اینیم که گوزویت خاردم، یعنی چشمتو در بیارم. گام میم گام ماخ به ترکی قماخ یعنی درک کردم، فهم کردم. قام میم یعنی نفهمم تا چشمتو در بیارم. اینه کارو. درسته. و این آقای دکتر به نظر من یادم هست شما در همون شاید سومی چهارمی موردی بود که به این مسئله غرب اشاره کردید، و اینکه آقا ما داریم همه زندگی رو داریم اگه میگیم الان دست به دهن موندیم که واکسن کرونا از امریکا نمیدونم از اونجا از این ور بیا. سوال من از شما اینه که یک بار حالا در فکرم کنم امروز دیگه وقت داشته باشیم، ولی واقعا بیایید این غرب رو تعریف کنیم. این مردم ما باید بدون آخه وقتی میگه مرگ بر امریکا یعنی چی؟ یعنی چی مرگ بر امریکا؟ سوال خوبی کردیم، سوال خیلی خوبیه. ما چقدر وقت داریم الان به من بگی؟ 5-6 دقیقه وقت داریم. 5-6 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، من خیلی مختصر یکی دو نکته رو اشاره میکنم، همین یکی دو نکته درک بشه، مثل اینکه مثلا 2 ساعت من صحبت کردم. خب چه خوب، بفرمایید. بله ببینید، اولین مطلبی که من میخوام بگم ممکنه در ذهن بسیاری از ایرانیانی که شنونده صحبتهای من بودن و حرفهای منو شنیدن مخالفتهایی هم در ذهن بعضی ها باشه. درست. یعنی موافق حرفهایی. خیلی خوب، بعضی ها رو من شنیدم این روها که میگوین آقا شما جوری دارید صحبت میکنید که میخوایید این فرهنگ رو جارو کنید. من اول میگویم که اصلا
چنین چیزی نه ممکنه نه من اینقدر نادان میتونم باشم، در خیلی چیزها نادانم، اما در این قضیه یه تا اینجا نادان نیستم که فکر کنم باید یه فرهنگ جارو شه، مطلقا چنین چیزی. دوم، من تنها چیزی که میگم که گره میزنم این نکته دومی که میگم با پرسش که شما در مورد غرب میکنید، بعد در یه گفتار دیگری میگذاریم عناصر پایه‌ای اون رو بیشتر برای ایرانیا دونه دونه و ساده توضیح میدم. و اون اینه که من میگویم بنیانهای تاریخی ما رو از تحول باز می‌داره. ما اون بنیانها رو که اول امور موهوم غالب امور موهوم دینی ماست، ما باید در اونها تجدید نظر کنیم، حداقل اون امور رو وارد زندگی اجتماعی رو نکنیم. اگر کسی در خلوت خودش میخواد زاری کنه برای امام حسین، گریه کنه یا هرچی، خیلی خوب آزادی میتونه بکنه. این اصلا ما، اما این زاری رو به مدرسه نیاره. درست. این زاری رو به ساختار دولت منتقل نکنه. این آقایون اصلاح طلبان که میگن اصلاح میخواییم بکنیم، چی کار میخوام بکنن؟ این آقایون میخوان یک خانش مدرنی از وحی پیدا کنن، بیارن دولت رو با اون اداره کنن. آقای دکتر، آقای روحانی که ادعا داره دکترا داره از دانشگاه کالدونیان، جلسه هیئت دولت رو با روزه آغاز کرد. یعنی قشنگ من اصلا دیوانه شدم، شگفتی زده شدم. خب همین آیا این اصلا منطقیه؟ این اصلا یک روحانی بسیار آدم سالم، درست، مفید برای جامعه، اون کجا میت؟ آخه تو روحانی هستی و روزخانی و مسئله گویی یا مدیر سیاسی؟ آخه ما فکر کنیم قدری به این اصلا مخالفت با روحانیت نیست. آقا تو سابق در خانه های مردم روزخان میومد، بله بله، زن و مردم مینشستن اونجا گریه میکردن، یه ذره دلشون باز میشد، خیلی خوب، باشم بیاد بخونه برای شما. ولی این روزخان وزیر نمیتونه بشه. آقای دکتر، اون زمان اگه میمد یه کلمه برای آخرتت میگفت، ولی اینا الان دنیا و آخرت رو یه جا به دستشون گرفتن. وقت نداریم، خیلی خلاصه. مغرب زمین چیکار میکنه؟ مغرب زمین در همین اروپا، شما خودتون در انگلستان شاهدید، حالا 10%، 5% ما نمیدونیم، درصد جو کار ممکنه 50% جمعیت کلیسایی هست، بابا میره زندگیش انجام میده، کارش انجام میده، هر شغلی داره، در زمان مشخصی هم میره در کلیسا دعاشو میکنه میاد بیرون. بله درسته. میره زندگیشو میکنه. درست. ولی ما اون کلیسا رو میاریم تا واکسن کرونا هم توزن. دکتر وقتمون تموم شد، بسیار ممنونم. من خواهش میکنم که از آقای پومن تهیه کنندم خواهش خواهم کرد که وقت بعدی رو با شما تعیین بکنه که ما بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. بله. بسیار ازت ممنونم، بسیار سپاسگزارم. بنده بسیار سپاسگزارم. من از شنوندگانی هم که حوصله میکنن اینا رو، و خیلی هم شما رو دوست دارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم، پروردگاری که با خیام خیلی رفیقه، با ابن سینا رفیقه، اما این عاشقا رو دوست نداره. بدرود.